خود حدسی در مورد این که ساتوشی کی هست داری و دوست داری اونو مطرحش بکنی؟ والا بیشترین شخصی که میبینم اول نیک زابوه که بیت گولد و اینها رو مطرح کرده بود. نگاهش نگاه انارکو کپیتالیستیه، نگاهش نگاه لیبرتاریانه، آدم هست که فلسفی طور هم هست، یعنی مطالعه عمیق داره سالات. این بهش میخوره که این دانش رو تیکه تیکه جمع کرده باشه از فیلدهای مختلف و ترکیب کرده باشه. چون یکی از چیزایی هم که میشه راجع به بیت کوین گفت اینه که طرف خیلی فیلدها رو میفهمیده. کامپیوتر ساینتیست هم نبوده، چون اون برنامه نویسی که کرده بهش آدمای متخصص حرفه‌ای این حوزه بهش مثلا بعدا گفتن که این برنامه نویسش خیلی عالی نبوده. معلومه که یه آدم اینتردیسیپلینری بوده، یعنی آدمی بوده که در حوزه‌های مختلف دانش داشته، میفهمیده اقتصاد رو، میفهمیده تاریخچه پول رو، میفهمیده مثلا چیز شدن طلا رو که از دست مردم جمع کرده بودن، میفهمیده اشکالات دنیای فایننس رو، میفهمیده مسائل تکنولوژی رو، کریپتوگرافی رو میفهمیده. خیلی باید چیزا رو قاطی کرده باشه تا برسه به این. بنابراین اینو واسه همین من برام موندم که این سابقش چیه، ولی نیک زابو بهش میخوره آدمی باشه که این مسائل رو با هم وصل کرده باشه، چون هم تو تکنولوژی کار کرده، هم محقق تو حوزه‌های دیگه هست، حوزه قانونی و اقتصاد و اینا هم خیلی مطالعه کرده. هلفینی رو هم شنیدم ولی یه ذره برام عجیبه که مثلا این سیرک رو با هم بازی کرده باشن که مثلا خودش به خودش اولین تراکنش داره، یه ذره کار لوسی میاد. ممکنه بتونی فکر کنیم که این یه حرکت پیچیده‌ای بوده برای مخفی نگه داشتن هویت خودش، ولی خب با این کار تو در واقع یه ذره هم هویت خودت رو تحت خطر میذاری. یه جوری اگه مثلا هیچی ساتوشی با خودش در دنیای واقعی ارتباط برقرار نکرده باشه، خیلی براش سیف تره برای امن موندن هویتش. خلاصه اگه فقط پرسنالیتی رو و اون شخصیت رو بخوام چیز بگم، به زابو خیلی بیشتر میخوره حالا. ولی خب این هم هست که با همه شو میگن ما نیستیم دیگه و نمیشم مثلا، یعنی که کاملا ممکنه که یه آدم تصادفی بوده. آدمای درونگرا زیاد هستن که آدمای درونگرا هستن که با هیچکی به اون صورت دنبال معروفیت نیستن. نحوه نوشتنش و اینا هم توی اون فرومشون مشخصه که هیچ حرف اضافه راجع به هیچی نمیزد، مارکتینگ و این حرفا دنبالش نبود، فقط راجع به هدف مستقیم یه چیزی میگه. معلومه که خیلی دنبال این بحثه ارتباط با افراد مختلف و تیم سازی و اینها نبوده. بنابراین همچین آدمی بهش میاد، میشه تصور کرد که سالها دانش جمع کرده باشه بدون اینکه اثری بگذاره از خودش. هر کی بوده به نظر من که یک شخص بوده و چنین که از حرفه تو هم برمیاد، به نظرم تو هم معتقدی که احتمالا یک شخص بوده، یک گروه نبوده و واقعا آدم نابغه‌ای بوده و واقعا آدم حیرت انگیزی بوده. چون نابغه ها خیلی کمیابن، همیشه برای آدم خیلی عجیبه که چطور شد، ولی خب میشه یه جرقه اتفاق میفته و خیلی ایده ها یهو به هم کانکت میشه و اون جهشی که گفتم، اون صفر به یک اتفاق میفته. ولی شانس آوردیم که در واقع آدمی بود که اونم از در واقع همین سیستم فکری داشت که دنبال این بود که مسئله رو حل بکنه، دنبال این نبود که یه چیزی به نفع خودش از تو این در بیاره. و همون رفتنش و اینها هم که خیلی معتقدن خدمت بزرگی بود به بیت کوین و این حرفا، ممکنه به خاطر خودش رفته باشه، ولی ممکن هم است، یعنی بیشتر میشه احتمال داد که درک میکرده که در واقع خودش داره اینجا مخالف اون سیستمی که طراحی کرده داره عمل میکنه، یعنی وجود خودش و کنترل کردن این سیستم خودش بر علیه عدم تمرکزه و گذاشت رفت دیگه. خلاصه نموند که اعتبار بگیره و معروف بشه و مصاحبه کنه و که میتونست خیلی کارو بکنه و
اونجوری هم که ما میبینیم به اون کوین های اولیه‌اش هم دست نزده، البته باز میشه گفت که حالا ممکنه با یه هویت دیگه یه کاری کرده باشه، ولی به هر حال یه مقدار زیادی پول رو چنان نمیدونم چقدر الان عددش تو ذهنم میشه چند میلیارد دلار باید باشه دیگه الان که اون رو هم دست نزده. و بعضی هم میگن که قطعا مرده، یعنی آدمی که آدمی من که حالا اگه که بخوام یه دلیلی رو در خلاف صحبتت بیارم که نکتاب ممکنه باشه، همینه که احساس میکنم که گزینه منطقی تر گزینه این هست که مرده باشه، چون که این همه خودداری به نظرم نزدیک به غیر ممکنه. آره اینم هست. توی یه سری موضوعات هم من با نکزاوا موافق نیستم مثلا، و میبینم که مثلا ممکنه که یک علائمی آدم که خودش باشه و در اون سیستم درگیر باشه و اینا ممکنه یه علائمی رو بروز بده که چیزی رو میدونم. برای خیلی مشکل، ببین این همه سال تو هیچی رو تابلو نکنی و ما این همه هکر میبینیم که مثلا هم چند وقت پیش این هکرها بودن که چیز هکرهای اتریوم بعد از سالها، حالا مثلا احتمالاً شاید هم هکر اصلی فروخته بوده به اینا و اینا خیلی تلاش کرده بودن، هزار تا ترفند استفاده کردن، ولی یه جا بالاخره یکی از سوتیاشون این بود که یک کردیت کارت خریده بودن، یک کارت هدیه خریده بودن، از یه جایی به آدرس شخصی فرستادن یا چیزی شبیه. حالا این البته مشابه نیست، ولی میگم که من نمیتونم اصلا تصور کنم که آدم ته این همه سال سوتی نده، چون هر کاری که میکنی هر روز و هر لحظه که فرصتیست برای اشتباه کردن یا مثلا یه چیزی رو لو دادن یا برای همین آره شاید هم این چیزی که میگی منطقی تر باشه که تا نمرده باشی هر روز میتونی خودتو لو بدی.